شهر مکه مکرمه این روزها میزبان 1,500,000 مسلمان از کشورهای مختلف جهان برای ادای مناسک حج است. در ادامه به گزارش همکارم در رابطه با برگزاری مراسم حج سال جاری در مکه مکرمه که در حال آغاز شدن است توجه فرمایید. حاجیان مسلمان با آغاز این هفته به منظور ادای مناسک حج در مکه مکرمه حضور یافتند. حج امسال از روز 25 خرداد آغاز می شود و تا چهارشنبه 30 خرداد ادامه دارد. انتظار می رود هزاران زائر خارجی دیگر تا 2 روز آینده وارد عربستان سعودی شوند. علاوه بر این، صدها هزار زائر سعودی و خارجی مقیم این کشور هم به جمعیت حج گذاران می پیوندند. مسئولان عربستان سعودی در این باره اعلام کردند که بیش از 1,500,000 مسلمان از کشورهای مختلف جهان ره سپار سرزمین وحی شدند. مقام های عربستان تأکید کردند که انتظار می رود شمار حجاج در سال جاری از تعداد ثبت شده حجاج در سال 2023 که 1,800,000 نفر بود فراتر رفته و به آمار حجاج در سالهای پیش از همه‌گیری کرونا نزدیک شود. بر اساس آمار اعلام شده، تعداد مسلمانانی که در سال 2019 در مناسک حج شرکت کردند بیش از 2,400,000 نفر بود. بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین، در میان حاجیانی که امسال در سرزمین وحی حضور دارند، 4,200 فلسطینی دیده می شوند که در اوایل ماه جاری وارد مکه شدند. علاوه بر جمعیت حجاج که رکورد حج در 3 سال گذشته را شکسته است، حج امسال برای زائران یک چالش است. چرا که در گرمای فراتر از 45 درجه سانتیگراد برگزار می شود، بنابران چه پزشکان حاضر در حج نیز تا کنون گزارش کردند، گرمازدگی یکی از رایج‌ترین بیماری‌های بین زائران بوده است. شهر مکه شاهد تعداد زیادی از حجاج می باشد که برای در امان ماندن از تابش سوزان خورشید با خود چتر حمل می کنند. مقام های سعودی گفتند بیش از 32,000 کارمند بهداشت و درمان و هزاران آمبولانس برای درمان موارد گرمازدگی، کم آبی بدن و خستگی در منطقه منا در حال آماده باش هستند. سفر حج یک مراسم پرهزینه است، اما حضور در آن برای بیشتر مسلمانان اهمیت دارد، حتی اگر درگیر جنگ، فقر یا اشغال و محاصره باشند. در حج امسال گروهی از حجاج هفته گذشته غزه را ترک کردند. در همین حال زائرانی از شمال غرب سوریه و از گذرگاه‌های مرزی با ترکیه عبور کردند و یمنی‌ها سوار بر اولین پرواز مستقیم به عربستان سعودی برای زیارت و انجام مناسک حج به عربستان آمدند.